تشدید بحران اقتصادی در لبنان. بعضی این وضع را از چشم حزب الله و ایران می‌بینند، بعضی از چشم آمریکا. حکایت یک نشانه پرماجرا، چطور پای شیر و خورشید به پرچم ایران باز شد؟ و از تهران تا لس آنجلس، نگاهی به سرگذشت سعید قائم مقامی، گوینده قدیمی رادیو که در 77 سالگی درگذشت. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. هر روز که می‌گذرد بحران اقتصادی لبنان عمیق‌تر می‌شود و وضعیت معیشتی مردم بدتر. تخمین زده می‌شود که تقریباً نیمی از مردم لبنان زیر خط فقر رفتند. دولت این کشور به دنبال استقراض خارجی است، اما موانع بسیاری بر سر راهش است. خبرنگار ما نفیسه کوهنورد در گزارشش می‌گوید بعضی این وضع را از چشم حزب الله و ایران می‌بینند و بعضی دیگر آمریکا را عامل فروپاشی اقتصاد لبنان می دانند. هم نوایی سازها با شکوه خیره کننده تاریخ. اینجا در دل معبد باستانی جوپیتر در بعلبک لبنان، چهره ای که این کشور می خواهد از خود به دنیا نشان دهد. اما واقعیت چیز دیگری است. در چند ماه گذشته با وجود محدودیت‌های کرونا، لبنان شاهد چنین صحنه‌هایی بوده. جوانانی که بحران اقتصادی بی‌سابقه جانشان را به لب رسانده و دولتی که از کنترل وضعیت درمانده. اینجا در وسط شهر بیروت و میان خشم مردم، تابوت مردی را می‌برند که جلوی چشم همه به زندگیش پایان داد. قبل از شلیک به سرش فریاد زده بود: من کافر نیستم، اما گرسنگی کافر است. این زن میگوید حتی زمان جنگ داخلی اوضاع بهتر بود. اون موقع حتی تو پناهگاه غذا برای خوردن داشتیم، اما الان با این گرونی دیگه گرسنه موندیم. لبنان دیگه تموم شد. ما دیگه لبنانی نداریم. ما بهتره همون بریم بمیریم. در دو ماه گذشته قیمت مواد غذایی بیش از 50% بالا رفته و جهاد نمیداند قصابیش باز خواهد ماند یا نه. گوشت قرمز انقدر گران و کمیاب شده که حتی ارتش لبنان اعلام کرده از این به بعد غذای سربازانش بی گوشت خواهد بود. عنا بلبنان ما في مزارع للمواشي الطازه. ما در لبنان مزرعه نگهداری گاو و گوسفند نداریم و همه وارداتیه. اون رو به دلار می‌خرن و میارن و قیمتش در بازار هم به دلار حساب میشه. چند ماه پیش 1 کیلو گوشت گاو 18000 لیر لبنانی بود که میشد 12 دلار. اما حالا که ارزش پولمون پایین اومده، 12 دلار میشه 108000 لیر لبنانی. مشتریایی که قبلا 2 کیلو ازم گوشت می‌خریدن، حالا به ندرت 200 گرم می‌خرن. تلویزیون شروع کرده تبلیغ میکنه که گوشت نخورید تا سالم بمونید. فکر کنم این تنها راه حلیه که پیدا کرده. اقتصاد لبنان به شدت وابسته سرمایه گذاری های خارجی و گردشگریست. خیابان هایی که در این فصل پر از توریست بودند به خاطر کرونا خلوت شدند. اما در پس کم شدن ناگهانی سرمایه گذاری های خارجی، تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است که نهفته. لبنان حالا بیش از پیش به میدانی برای زورآزمایی آمریکا و ایران تبدیل شده. این تظاهرات چند روز پیش طرفداران حزب الله در واکنش به سفر رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به بیروت و اعتراض به حرف‌های سفیر آمریکا در این کشور که حزب الله را عامل بحران اقتصادی لبنان خوانده بود. حزب الله در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و بیشتر کشورهای مهم اروپایی است. مانعی بزرگ بر سر وام‌های خارجی که این کشور به آن نیاز دارد.
این روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی نزدیک به حزب الله از مذاکرات پشت پرده می گوید که با این گروه در جریان بوده و شرط هایی که ظاهرا برای وام به لبنان گذاشته شده. اخیرا نماینده های از طرف فرانسه در نقش واسطه بین آمریکا و متحدانش و حزب الله با این گروه دیدار داشتند. پیامشون نشون دهنده اینه که هدف اصلی فشارها محور مقاومته. اونها گفتن یا گرسنگی بکشید یا سلاحتون رو زمین بگذارید. جواب حزب الله هم این بوده که لبنان، عراق و سوریه و ونزوئلا نیست. نه گرسنه میمونیم و نه سلاح زمین میذاریم. اگر هم آمریکا بخواد پا رو گلومون بگذاره، نتیجهش این میشه که ما هم آمریکا رو به دردسر میندازیم و امنیت اسرائیل رو هدف قرار میدیم و دیگه جنگ با اسرائیل شروع میشه. لبنان پاییز گذشته شاهد تظاهرات گسترده ضد دولتی بود. در اعتراض به آنچه تظاهر کنندگان فساد دولتی می‌خواندند. تظاهراتی که شعارهایی علیه حزب الله لبنان و ایران هم در آن شنیده می‌شد. الیاس از فعالان مدنی است که در این اعتراض‌ها شرکت داشت. این بحران فراتر از معضل اقتصادی و فساد دولتیه. حتی این وضع بیشتر به سیاست ربط داره تا اقتصاد. از اونجا که حزب الله با حضورش در پارلمان و کابینه دولت سیاست این کشور رو کنترل و هدایت میکنه، ما هم همه گروگان این سیاست ها شدیم و کشور دیگه مفهومی نداره. حزب الله در سوریه و یمن و جاهای دیگه با عربستان درگیره. فعالیت هایی که از نظر بین المللی پذیرفته نیست و نتیجهش میشه تحریم و محاصره اقتصادی. حزب الله در لبنان دست بالا رو داره، اما سیاست‌هاش در جهت منافع ایرانه و بر ضد هر قدرتی که علیه ایران باشه. هزینه این سیاست رو هم ما میدیم. خیابان‌های بیروت حالا در تاریکی فرو رفتند. حتی چراغ راهنماها هم خاموشند. دولت برای خرید برق یا سوخت ژنراتورها پولی ندارد. برای کسانی مثل سونیا اما حالا دیگر مهم نیست مقصر این اوضاع کدام طرف باشد. او رفتن را تنها چاره می داند. به حیات اهل بی عاد بلا شغل و ام عادید بلا شغل. هم پدر و مادرم و هم خودم در این چند ماه بیکار شدیم. من و مادرم معلم بودیم. اما مدرسه های خصوصی به خاطر بحران اقتصادی شاگردهاشون رو از دست دادن و عذرمون رو خواستن. پدرم هم راننده تاکسیه که در این اوضاع دیگه کاسبی نداره. حالا میخوان هرچی دارم بفروشن و بدن به من که از لبنان برم. اونا هم میدونن که اینجا دیگه آینده ای ندارم. من قبل از تظاهرات هم فکر رفتن بودم، اما پارسال با شروع اعتراض ها امیدوار شدم که شاید وضع بهتر بشه، اما بدتر شد. خیلی های دیگه هم مثل من همین حس رو دارن که این کشور درست نمیشه و من فکر میکنم بهتره برم و لااقل زندگی خودم رو درست کنم. با همه تنش های منطقه‌ای، لبنان در سالهای گذشته از آرامش و ثبات نسبی برخوردار بود. اما حالا وارد دالان تاریکی شده که دست کم در کوتاه مدت نور امیدی برای خروج از آن دیده نمی شود. نفیسه کوهنورد، BBC. نماد شیر و خورشید که از زمان صفویان در ایران گسترش پیدا کرد، هویتی ایرانی و شیعی داشت، اما چندی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از پرچم ایران حذف شد، چون انقلابیون آن را یادآور حکومت پهلوی می‌دانستند. پیش از آن هم دو بار در تاریخ معاصر نماد شیر و خورشید در معرض خطر حذف قرار گرفته بود، ولی در نهایت آیت الله خمینی بود که دستور حذف آن را در تیر ماه سال 1359 صادر کرد، یک ماه قبل از درگذشت محمد رضا شاه پهلوی. در 40مین سالگرد درگذشت شاه، خشایار جنیدی نگاهی کرده به ریشه های تاریخی نماد شیر و خورشید. هفتم مرداد 1359، تشییع جنازه آخرین پادشاه ایران در قاهره. یک ماه قبل از درگذشت محمد رضا شاه، آیت الله خمینی به دولت مهلتی 10 روزه برای محو نشان شیر و خورشید داده بود. او در سخنانی گفته بود از همه ادارات باید این شیر و خورشید منحوس قطع شود. علم اسلام باید باشد. چطور میتونه ملی نباشه وقتی که چند صد سال سابقه تاریخی داره و به عنوان نشان دولتی بوده؟ این ارتباط بین دولت و ملت خیلی در مخصوصا در فرهنگ ایران، در فرهنگ سیاسی ایران بسیار نزدیکه.
در ایران باستان شیر و خورشید هر کدام به طور جداگانه از نمادهای مهم بودند. نمادهایی که هم بر روی بناهای به جامانده از هخامنشیان دیده می شوند و هم در آثار ساسانیان. ارجاعاتی داریم از جمله از حتی از دوره هخامنشی که خورشید و علامت خورشید یه مقدار علامت شاهانه بوده، نشون دهنده قدرت شاهان بوده. علامت شیر رو هم به طرق مختلف داریم، یعنی از روی نقش های برجسته شیر رو به طرق مختلف به علامت قدرت و مربوط به شاهی داریم. شاید اگر جالب تریناش اون علامت شیر و یک خورشیدی پشتشه که توی مهر هخامنشی یک از مهرهای هخامنشی است. بعد مثلا روی تاج شاهان ساسانی خورشید رو میبینیم، اما اصلا گویهایی که حالا میتونه خورشید باشه با هم میبینیم، ولی اینکه به صورت علامت شیر و خورشید باشه نه، ما به این صورت نداریم. از اولین کاربردهای توأمان شیر و خورشید میتوان به سکه‌های بجامانده از غیاث‌الدین کیخسرو دوم سلطان سلجوقی روم در آناتولی اشاره کرد. خورشید نمادی از زیبایی همسر سلطان بود و شیر خود سلطان. البته گفته میشود که این طرح به نماد فلکی خورشید در خانه اسد هم اشاره دارد، به معنی بخت نیک. نمادی مشترک با مغولان و تیموریان، مثالش طرح مشهور شیر و خورشید یا پلنگ یالدار و خورشید بر سردر بنای تاریخی شیردار در سمرقند که از دوره تیموری به جا مانده. در سال 881 خورشیدی شاه اسماعیل صفوی با اعلام سلطنت، نخستین پادشاهی متمرکز ایرانی پس از فروپاشی ساسانیان را تأسیس کرد. فرزندش شاه طهماسب گوسفند و خورشیدی شبیه به این طرح را احتمالاً به نشانه تولدش در برج حمل بر بیرق سبز صفوی نهاد که بعداً جانشینانش شیر و خورشید را به جای آن نشاندند. از خیلی از جهات شیر و خورشید نماینده مفهوم سلطنت صفوی بود که سلطان عالی‌ترین مقام دینی و عالی‌ترین مقام کشوری بود. شیر و خورشید جایگاهش را بر روی پرچم ایران در زمان نادرشاه، کریم خان زند و همینطور آقا محمد خان قاجار حفظ کرد. در تابلوی به جامانده از جنگ اول ایران و روس در زمان فتح علی شاه قاجار که در موزه ارمیتاژ نگهداری می شود، نماد شیر و خورشید بر پرچم جنگی ایران دیده می شود. وقتی به دوران صدارت امیر کبیر می رسیم، برای نخستین بار نشانی از پرچم سرنگ داریم. پرچم سرنگی که یک نوار کوتاه سبز در بالا، یک نوار کوتاه سرخ در پایین و در میانه بر بستر رنگ سفید شیر و خورشیدی نشسته است. تا زمان مشروطه، همانطور که در این روزنامه پیداست، پرچم واحد و متحد و شکلی وجود نداشته، هرچند همیشه شیر و خورشید بر روی بیرق ایران دیده می شد، اما نه با فرم واحد. با گذشت زمان، شیر پرچم ایران به تدریج از شیر کمیال و کوپال آسیایی به شیر بزرگ آفریقایی تغییر شکل می داد. اوائل دوره ناصری، در دوره جنگ دوم حرات، ما می‌بینیم که شاید برای اولین بار این تصویر که از شیر و خورشید ترسیم شد، این شیر به جایی که نشسته باشه به پا خواست و شیری که ما الان روی امروز می‌دونیم و می‌شناسیم به عنوان نشان شیر و خورشید، و اون شمشیر هم به دستشون گرفته شد. دوران مشروطه نوید بخش سرآغاز زمانه جدیدی برای ایران بود. کشورداری متحول و مدرن می شد و پرچمش نیز باید پرچم واحدی می بود. موضوعی که در اصل پنجم متمم قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفت. الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است. علما مخالف کاربرد شیر و خورشید بودند. دفاع از آن
به کیخسرو شاهرخ نماینده زرتشتیان سپرده شد. کیخسرو شاهرخ در یک سخنرانی که در مجلس اول داشت گفت که این شیری که ما در میانه پرچم داریم نشانه اینه که انقلاب مشروطیت در مرداد ماه 1285 به ثمر رسید. مرداد ماه برابر برج فلکی اسد، اسد یعنی شیر، پس شیر نشانه پیروزی مشروطیت. اما انقلاب در میانه برج اسد، در میانه مرداد ماه بوده و گرمای مرداد ماه را ما باید به نشانه خورشید در پشت این شیر بنشونیم. سلسله پهلوی پرچم سه رنگ و نماد شیر و خورشید را از دودمان قاجار به ارث برد، هرچند چشم و ابروی خورشیدش را حذف کرد و به جای تاج کیانی تاج پهلوی را بر فراز آن قرار داد. در ابتدای دوران پهلوی افرادی بودند که در پی حذف شیر و خورشید به خاطر مفاهیم دینیش بودند و می‌خواستند درفش کاویانی را جایگزین کنند. در زمان محمد رضا شاه علاوه بر پرچم شیر و خورشید، پرچم ملی سرنگ بدون نماد نیز رسمیت داشت و همینطور پرچم نظامی که گرداگرد شیر و خورشید، یک شاخه بلوط و یک شاخه زیتون قرار داشت و بر فراز آن تاج پهلوی. و اما این آخرین تغییر شیر و خورشید پرچم ایران در زمان پهلوی بود با طرحی مدرن. شیر و خورشید 40 سال پیش از پرچم ایران حذف شد، اما هنوز رسمیت بین المللی دارد. کنوانسیون ژنو در کنار صلیب سرخ، هلال احمر و کریستال سرخ، شیر و خورشید سرخ را همچنان به عنوان یک نماد بین المللی امدادی به رسمیت می شناسد، هرچند که دیگر در ایران استفاده نمی شود. خشایار جنیدی، بی بی سی، واشنگتن. سعید قائم مقامی، گوینده، مدیر پیشین رادیو تهران و شاعر، در 77 سالگی در لس آنجلس درگذشت. او 3 هفته پیش به علت سکته مغزی در بیمارستان بستری شده بود. آقای قائم مقامی کار گویندگی را برای رادیو صدای ایران آغاز کرد و بعداً از مدیران رادیو و تلویزیون ملی ایران شد. علی همدانی بر اساس چندین گفتگویش با سعید قائم مقامی گزارشی از کارنامه او ساخته. سالهایی که رادیو یک تازه رسانه‌ها در ایران بود. ستاره می‌رود. ستاره می‌رود. ماه می‌رود. خورشید می‌رود. صاحب این صدا به محض ورود به رادیو در سال 1341 کارش بسیار گل کرد. سعید قائم مقامی کارش را با گزارشگری و اجرای نمایشنامه‌های رادیویی آغاز کرد. شب‌های تهران نیز در اثر تلألو انوار رنگارنگ چراغ‌های میدان‌ها، سینماها و ساختمان‌ها جلوه خاصی دارد. با تأسیس تلویزیون خصوصی حبیب‌الله ثابت و بعد از آن شروع به کار تلویزیون دولتی ایران، سعید قائم مقامی از نخستین بنیانگذاران تلویزیون و از نخستین گویندگان آن هم بود. گرچه خیلی زود به کاری که بیش از همه دوست داشت بازگشت، به رادیو. تأسیس رادیو تلویزیون‌های مختلف در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، در کرمان، در بندرعباس و رادیوی عربی ایران برای عراق در دوران تنش میان دو کشور در دهه 50 خورشیدی. رادیو در 2 فصلش من باش کار کردم. روزگار عرض کنم که پیش از ادغام در سازمان رادیو تلویزیون و روزگار پس از اقدام در سازمان تلویزیون ملی ایران. در روزگار پیش از ادغام یک سازمان دقیق اداری بود، ولی پس از ادغام این رادیو در سازمان رادیو تلویزیون که یک سازمان جوان و نوپایی بود، این به هم آمیخت و ترکیب خوشایندی به وجود آورد. بود
کار او اما با بازگشت به تهران دوباره گل کرد. تأسیس رادیوی زنده و 24 ساعته تهران، رادیوی جوان پسند که اغلب بیرون از استودیو و با دستگاه‌های فرستنده سیار از سطح شهر اجرا می‌شد. خودش هم برنامه بامدادی بسیار محبوبش را در این رادیو آغاز کرد، برنامه‌ای که اکثرا از داخل اتومبیل اجرا می‌کرد تا مهر ماه 1357. سعید قائم مقامی در بحبوحه انقلاب برای درمان همسرش با آمریکا رفت و ایران نبود. اما پس از وقوع انقلاب و با وجود پیشنهاد رادیوی صدای آمریکا به او برای راه اندازی برنامه‌های فارسی این رادیو بعد از انقلاب به ایران بازگشت. اردیبهشت 58 علارغم اینکه می‌دونستم خطراتی منو تهدید می‌کنه، برگشتن همانا بود در فرودگاه مهرآباد، یک گونی بر سر بنده کشیدم و رفتم برای مدت 3 سال، از این بازداشتگاه به اون بازداشتگاه، از این بازجویی به اون بازجویی. سالها زندگی مخفیانه به خروج او از ایران انجامید در سال 67، خروجی که آغاز دوباره ای بود برای فعالیت‌های او در رادیوهای برون مرزی از جمله رادیوی 24 ساعته صدای ایران در کالیفرنیا. به همتون خیر مقدم میگم. واقعا نشسته بودم زمین که اونجا این کارا رو انجام میدادم، به ذرات این برنامه گوش میکردم. صدای برنامه‌های رادیویی او پس از اعتراضات دانشجویی تیر ماه 78 از طریق موج کوتاه به ایران هم رسید. یکی از کلیدی‌ترین ایستگاه‌های رادیویی خصوصی که صدای مخالفان حکومت ایران را پخش می‌کرد و از جمله با زندانیان سیاسی وقت در داخل زندان مصاحبه می‌کرد. او در سال‌های پایانی زندگی اقدام به تأسیس 2 ایستگاه رادیویی کرد، هر دو برای ایران. آخرین آن رادیوی صدای مردم در عمل از منزلش پخش می‌شد و خود همه فن حریفش بود، از گوینده تا صدا بردار. پس یکی به خاطر اینکه من خبر تنظیم کردم یه عمر، و بعد حالا من در این حال تلفنم جواب میدم، در این حال نقص فنی هم که پیش میاد وسط برنامه 100,000 بار به این زنگ زدم، مجید تلفن کار میکنه، مجید بالا وسط برنامه. من مرد تنهای شبم. علاوه بر کار رسانه و رادیو، قریحه او در ترانه سرایی هم یادگار بسیار به جای گذاشته، از جمله ترانه مشهور مرد تنهای شب حبیب. جمله‌ای در پایان همه برنامه‌های رادیویی سعید قائم مقامی در همه دوران فعالیت امضای او بود و گویای آرزویش: ما پیروزیم چون حق با ماست. علی همدانی، بی بی سی. امل مسلوسی، خواننده معروف به صدای انقلاب تونس، اخیراً با خواندن یک آهنگ عربی با ملودی آهنگ سلطان قلب‌ها واکنش فارسی زبان‌ها را برانگیخته. آهنگ رویا در جریان روزهای قرنطینه کرونا با ملودی سلطان قلب‌ها از انوشیروان روحانی به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی ایران پخش شد. ضیا شهریار با امل مسلوسی درباره این آهنگ و رابطه او با موسیقی ایران گفتگو کرده. آهنگ رویا به زبان عربی به صدای امل مسلوسی، آوازخوان معروف تونسی. این آهنگ که روی موسیقی سلطان قلب‌ها خوانده شده، اخیراً فضای شبکه‌های مجازی فارسی زبان را فرا گرفت. دنیا درافی امل میخانس قواس البؤس و الظلم و القار من واقع ناصر نابث بی کلی من ابنی. سلطان قلب‌ها از معروف‌ترین آهنگ‌های فارسی الهام شد برای این هنرمند انقلابی تونس که در مورد رویای پرواز در آسمان امیدهایش بخواند. این ترانه منو به جایی برد که احساس کردم روزنه ای از امید میبینم و باید در مورد رویای خودم بودن صحبت کنم و شاید برای 1 دقیقه تصور کنم که دنیا اونقدر هم مکان دشواری نیست. من از این فکر الهام گرفتم و این آهنگ واقعا منو به وجد آورد. نام امل مسلوسی با اجرای آهنگ کلام من آزاد است اینجا در میان معترضان تونسی در ژوئن 2011 جهانی شد. این آهنگ به سرود معترضان بهار عربی تبدیل شد و او لقب صدای انقلاب تونس را گرفت.
عمل در سال 2015 این آهنگ را در مراسم اهدای جایزه نوبل صلح اجرا کرد. اولین اجرای یک آهنگ عربی در این رویداد باشکوه. این آهنگ در مورد انسان‌های آزادیه که نمی‌ترسن. ادای احترامیه به آزادی و آزادگی. برای تأکید بر اینکه با هم و با اراده خود و عشق ما به عدالت و حقیقت میتونیم انقلاب رو تحقق ببخشیم و میتونیم گل سرخ رو که استعاره ای برای تونسه نجات بدیم. امل مسلوسی 6 سال پیش در جریان تولید مستند آواز بی سرزمین ساخته آیت نجفی به ایران رفت. این فیلم روایت آوازخوانان زن در ایران است که برغم محدودیت ها کنسرت را در تهران برگزار می کنند. من از ابتکارات شجاعانه و خودجوش حمایت میکنم، چون این مسیر برای دیگران آزادی برمقام میاره. من به عنوان یک هنرمند شوک گذارم در جایی زندگی میکنم که تقریبا میتونم هر چه بخوام انجام بدم. عمل میگوید در پی استقبال از آهنگ رویا با انوشیروان روحانی سازنده آهنگ سلطان قلب‌ها در تماس است تا به کمک او کارهای بیشتر در زمینه موسیقی ایرانی انجام دهد. ضیا شهریار، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.